آخرین حمله ای امریکا به سوریه و عراق و انهدام پایگاه های افراد مسلح وابسته به حکومت در این روزها یکی از خبرهای مهم به این چند روز است. سخنگوی امنیت ملی امریکا جان کربی میگوید مناطق مورد نظر آگاهانه انتخاب شد تا جان افراد غیر نظامی به خطر نیفتد. عراق و سوریه میگویند استقلال کشورشان مورد تجاوز قرار گرفته است نو و کندانون سز اتاک. سخنان وزیر کشور جمهوری اسلامی هم در تأسف اوضاع شنیدنی است که امریکا را به داشتن درایت نصیحت می کند. لیبراسون نوشت در آخرین حمله هفت جنگجوی سوریهی توسط پهبادهای متعلق به جمهوری اسلامی جان باختند. کاخ سفید خبر از عمل تلافی جویانه می داد و از جمله حملات به حوسی ها را بار دیگر تکرار خواهد کرد. این خبر را آقای جک سولیوان اعلام کرده است که حقوقدان و مشاور امنیت ملی امریکاست او گفته حملات هنوز پایان نگرفته است تلویزیون بلژیک در آخرین برنامه خبریش تصاویر و تفسیرهایی را پخش می کند که ندامنه جنگ که حملات را بسیار جدی و وسیع می داند. L'opération fait suite à une attaque de drone contre l'armée américaine menée dans le désert jordanien dimanche dernier. Elle a fait trois victimes parmi les soldats américains. بلژیک که ریاست شورای اتحادیه اروپا را دارد از طریق وزیر خارجش خانم لوئیب میگوید ما به گفتگو باور داریم عراق هم گفته شارژ دفر امریکا در عراق را فرا خواهد خواند همچنین گوینده خبر میگوید امشب دوشنبه به خواست روسیه شورای امنیت تشکیل جلسه خواهد داد یک تحقیقات در کانادا میگوید پس از دستگیری فردی به نام کنت لاو در کانادا و هفت ماه تحقیق مشخص شده او 1200 بسته اسباب و تجهیزات خودکشی را به چهل کشور افرادی بین 16 تا 37 ساله برای خودکشی فروخته است در جنگ حماس و اسرائیل بار دیگر نام مروان برقوتی محبوب ترین شخصیت فلسطینی و شرط آزادیش بین حماس و اسرائیل مطرح شده است. مروان برقوتی به اتهام قتل از سال 2003 در اسرائیل زندانی است. این صفحه 3 و 4 روزنامه لوسوار چاپ بلژیک است. سمت چپ خبر از حمله و بدرفتاری در محله یهودیان بروکسل دارد و سمت راست که نوشته شپ نظامیان اراق باور دارند شکست ناپذیرند. خبرگزاری رویترز با چاپ این اکس ها می نویسد فلسطینی ها امیدوارند با سومین سفر آقای بلینکن به منطقه آتش بس انجام بگیرد. روزنامه لومون نوشته ماموران اسرائیلی با لباس مبدل و به شکل پزشک وارد بیمارستانی شده و سه فلسطینی را که گفته شد تروریست هستند در محل به قتل رساندند نشریه تلگراف با چاپ این نقشه می نویسد قسمت های هاشور زده به شکل خندق بدون آب فاصله زمینی و امنیتی بین اسرائیل و غزه خواهد شد آقای ملانشون که در ردبندی سیاسی چپ توند رو مشهور است در برابر درب ورودی سازمان ملل در ژنو خواهان آتشبس فوری در غزه شد و سکوت عقاید را خیانت و شراکت در جنایات در غزه لقب داد در اسرائیل وزیر خارجه فرانسه با نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند وزیر خارجه از مصر و اردن به تلاویو آمد و فردا راهی لبنان می شود جروم پاول رئیس فدرال رزرو بانک مرکزی امریکا گفت به دهی عمومی ایالات متحده به ناپایداری رسیده است عراق میگوید به هشت بانک داخلی دستور داده که از این پس دیگر با دلار معامله نکنند با آغاز سال چینی در فرانسه جشن ها و مراسمی در این ارتباط برگزار شد اما تصاویر بعدی با شادی فاصله بسیار دارد و از نظافت و ظهور بیماری ها در غزه که نگرانی ها را روز افسون ساخته است.